بسم الله الرحمن الرحیم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه با سلام و سلوات بر پیغمبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام و احترام خدمت یکایی که شما عزیزان شما عاشقان و رهپویان راه سعادت تقدیم میکنیم خدمت شما عزیزان به صورت زنده و مستقیم مصباح الهدای دیگر رو از بستر رسانه جهانی هادی تیوی در خدمت شما بزرگواران هستیم در نیمه دوم ماه سفر هستیم روزهای بسیار مهم و ارزشمند از همه شما بزرگواران تقاضا داریم هر جا که بالاخره به درگاه الهی دعا کردید ما و خدمت خودتان در این شبکه از خودتان فراموش نکنید در قرار چهارشنبه دیگر در خدمت استاد بزرگوار اندیشمند متفکر جناب استاد رضوی هستیم با مبحث مصادیق معروف و منکر استاد رضوی سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله ممنون شما سلامت باشید استاد عزیز با بینندگان سلام علیک داشته باشین ان شاء الله وارد بحث بشیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي عرفنا و معارف دیننا عرض سلام دارم محضر همه بینندگان عزیز و جناب شما آقای ناصری بسیار تشکر استاد لطف کردیم که امشب از محضر شما در مبحث مصادیق معروف و منکر استفاده ببریم همچون هفته های گذشته لطف کردیم ظاهرا امشب میخواهیم در مورد یک مبحث مهم و البته بسیار کاربردی خواب صحبت کنیم مقدمی داریم استاد در مورد مفهوم و معنای خواب البته از از ابتدای بس از شما بشنه قبل از اینکه اصل وارد مبحث شویم ارتباطی بین بحث خود ما و مسئله ای که مورد عنایت و توجه هست عرض کنم و اون اینه که خواب یکی از چیزهایی است که میتونه دامنه های منکر و خرافات را باز کنه چون خواب انواع اقسام خاصی داره و همه اقسام خواب را نمیشه انسان بگه که این خوابها خوابای یقینی و اسمین آوره بلکه بعض از ها خواب ها اونطوری که در مبحث انشالله الله عرض خواهیم کرد از مصادیق منکرات حقیقی است که از نظر اثر و تأثیر پذیری از خواب ما میتونیم این خرافات رو بر خواب مترتب کنیم و لذا به طور یقین و قطع نمیشه هر خواب را خواب مستند خواب یقین آور و قطع آور مطرح کرد استاد عزیز در همین ابتدا قبل از که شما وارد بحث بشین و معنا مفهوم خواب داشته باشین ما فقط بخوایم خدمت شما یک نکته ای را عرض بکنم چیزی که به ذهن بنده رسید ما در 24 ساعت در شبانه روز تقریبا یک سوم میشه ما خواب هستیم و این نشان میده که به صورت نرمال اگه ما حساب بکنیم یک انسان در طول زندگیش که از خداوند عمر میگیره یک سوم زندگیش خواب هست و شاید تأثیری که ما از یک سوم داریم همانند همان تأثیری باشه که ما از دو سوم دیگر که بیدار هستیم داشته باشیم برای همین، من خودم سعی میکنم امشب بیشتر گوش کنم از شما تا یاد بگیرم ببینم خواب چه رقم خواب صحیح هست خرافاتی که در خواب هست کدام هست و انشالله بتونیم در نهایت یک نتیجه بسیار خوب است. مباید شما داشته باشیم انشالله امیدواریم خب قبل از اینکه وارد اصل مبحث شویم یک اشاره مفهومی داشته باشیم ده. که خواب یک چیز بسیار روشن و از نظر هر کسی با هر زبانی هر انسانی مشخص و معلومه مثلا شما اگر از انگلیسی زبان سوال کنید که سلیپ چیست یا مثلا فرض بفرمایید دریم چیست یا مثلا از عرب زبان سوال کنید نوم چیه یا از فارسی زبان سوال کنید خواب چیه اگر حتی زبانم نداشته باشه با این مفهوم آشنایی داره با چیشم خودش اشاره مکنه و چشمش روی هم میگذره یه این خوابه پس اصل مفهوم خواب یک مفهوم بسیار مشخص اما اون که حقیقتا مورد بحث ما میتونه باشه بحث است که روی خواب مترتب میشه بحث اول اینه که ماهیت خواب چیه حقیقتا ماهیت خواب یک چیز بسیار نامشخصه یعنی اگر به صورت منطقی و به اصطلاح ما طلبه ما سوال کنیم مثلا النوم ماهو خواب چیست ما نمیتونیم یک حقیقت روشنی را برای خواب تعبیر کنیم بگیم خواب اینه مثل یک دارویی که مثلا مرکب میشه از, یک چی... از چند چیز خب مشخص اسمی دارو مشخصا مخلوط از چند گیاه مثلا یا مخلوط از چند تا مواد شیمیاییه یا هر حقیقت دیگری که واضح و روشن باشه وقتی ما اشاره میکنیم میگیم ای حقیقت دارای ای خصوصیت و چیستی و ماهیتش اینه اما در مورد خواب ما به هر تعبیر مراجعه کنیم چی نظریات علمی یا دینی و عرفی و اجتماعی به حقیقت واقعی خواب ما پی نمیبریم نظام ما میبینیم ماهیت خواب را لغویون آمدن تعبیر کردن به استرخاء اعصاب دماغ یعنی آرامش مغز خب آرامش مغز یک مفهومه حالا این خواب چطوری و با چی کیفیتی چیستیش چیه که باعث ای آرامش اعصاب بشه ببینید این یک آثاریه که برای خواب مترتب میشه میگیم وقتی انسان میخوابه مغزش راحت میشه مغزش آرامش پیدا میکنه مغزش به حالت نرمال برمگرده، خستگی از مغز خارج میشه. اما حقیقت اون چیزی که باعث ای حالت میشه کاملا نامشخص. یا حتی از دیدگاه علمی وقتی روانشناسا رو ما مراجعه میکنیم به دیدگاهشان میگه حالتیه که در اون هوشیاری نسبت به محر، محرک های محیطی کاملا از بین میره یا کاهش پیدا میکنه. خب حالتی که هوشیاری را از بین میبره این حالت خصوصیتش و ماهیت و چیستیش چیه نامشخصه کاملا ببینید تا اینجا به این نتیجه می رسیم که اگر ما حقیقت و چیستی خواب را در نظر بگیریم یک حقیقت مشخص برایش تصویر نشده و نمیتونیم تصویر کنیم علتش اینه که خواب یکی از اعضاء روح انسانه همون خطابی که در آیه قرآن هست که قل روح من امر ربی سوال شده روح چیه گفتن از امر پروردگار حالا این خصوصیتش چیه و حقیقت و ماهیتش چیه ما اصلا نمیتونیم نسبت به این قضیه یک شفافیت را ایجاد کنیم همونطوره خود مسئله خواب که حال از حالات روح انسان و حقیقت و ماهیتش کاملا نامشخصه لذا اگر در تعبیر حکما هم ما مراجعه کنیم با اینکه مثلا حالا فرض کار نداریم به خوبی و بدیش اما اینها آمدن بحث از وجود و ماهیت اشیا کردن مثلا تصویر کردن حالت حقیقی اشیا رو وجود چیه فرض بفرمایید وقتی در مورد خواب میرسیم تعبیرات مختلفی که حتی بزرگترین دانشمندان علم حکمت آمده ایره بیان کرده میگه شاغل الحس از ظاهر و شغلا ظاهری یا خواب یک حالتی که حس انسان را مشغول میکنه به تعبیر همون حرفی که آقایون روانشناسا گفتن یک حالتیه که حقیقتا هوش انسان را کم میکنه یه عین عین هم تعبیره اما اینه که روح انسان را به این حالت و خصوصیت در میاره حقیقتش چیه و چیستیش چیه ما نمیتونیم به یک نکته بسیار بسیار روشن و بدون ابهام بیایم خواب را حقیقت و چیستی و ماهیتش را چیکار کنیم تفسیر کنیم و بیان کنیم در واقع به یک ایت... نقطه اشتراک نمی... نمیرسیم نمی بله. این درست مثل اون مثالیه که آقای شاعر خودش میگه مثلا فیلی در هندوستان بود در یک نقطه تاریکی اینا گذاشته بودن هر کس میرفت دست خودش رو میکشید یکیش گوش دست میزد میگفت مثل پکمه یکی به پایش دست میزد میگفت که مثل ستون میمانه یکی به پشتش دست میزد خب خصوصیات مختلف را بیان میکردن لذا میگه همچین هر یک به جزوی که رسید فهم آن میکرد هر جا میشینید آقایان مرفتن تعبیرهای خاصی از ای داشتن خوابم حقیقتش درست همون تشبیه به فیل هندوستانه که هر کس آمده از آثارش و خصوصیاتش یک تعبیر از خواب کرده اما این حقیقت و ماهیت چیه نامشخص کاملا چون این حالت و خصوصیت ماهیتش غیر مشخص است ما اگر بیم آثار قطعی را بر یک چیز غیر مشخص مترتب کنیم و بار کنیم در حقیقت معادل قضیه بار کردن مجهول بر مجهوله شما دو تا مجهول از نظر ریاضی اگر بید با هم دیگه زمین خب چی نتیجه میگیرید غیر از جل چیزی دیگری روی این مترتب نمیشه مثال ارز کنم یک کسی میای خواب میبینه یار خودش رو خواب میبینه ای آقای یار بالاخره در کنار یک چشمه هم خواب شده بعد گله های نسترن هم در اطراف ای وجود داره هوری ها مثلا اطرافش دور زده لاله از یک طرف است یاسمن از یک طرف است خب بالاخره یک خواب را میبینه ای آقا حالا ای خواب را آمدن تعبیر کردن گفتن که بله ای آقا اشاره داره به حقایق از ذات باری تعالی خداوند متعال بعضی آمدن گفتن نه این آقا توصیف محبوب خودش را کرده توصیف اون دوست خودش را کرده در این مثالی که خدمت شما با بینندگان عزیز ارز کردم به این نتیجه میرسیم که ما میتونیم از یک خواب سطح برداشت کنیم سطح برداشت کنیم و سطح تعبیر از این خواب داشته باشیم حالا آیا ایاره ای که ای آقا در خواب دیده حقیقتا اون خداوند متعاله اونطوری که بعضی آمدن این داستان را تعریف کردن آیا اون یار مهربانش بازم نامشخصه به خاطر اینکه ماهیت ای خواب یک فضای متراکم را در حالت خواب برای ای آقا ایجاد کرده که یک قسمت را از یک جا پرداخته قسمت دیگر از یک جا گل آمده و ریحان آمده و بالاخره حوری ها آمده در اطراف ای یار نشسته و خصوصیات را آمده برای ای آقای خواب بیننده القا کرده اما حقیقت ای چیه آیا ما میتونیم از ای تعبیر کنیم که خداوند متعال یا میتونیم از ای تعبیر کنیم که مثلا ای خواب بیننده یار مهربان خودش را خواب دیده هرگز همچی چیزی به طور قطعی و یقینی بر ای خواب مترتب نمیشه حالا ما تنزلش بتونیم بیایم در خوابهای معمولی خود ما اگر ما در شب خواب میبینیم مثلا موت بر ما آرش شده ما مردیم خب از این چی میتونیم نتیجه بگیریم حقیقتا آیا مرگ ما پیش میه یا نه اونطوری که بعضی آمدن برعکس کردن گفتن خال مرده اگر انسان ببینه معنایش اینه که حیاتش بیشتر میشه عمرش بیشتر میشه عمرش طولانی تر میشه خب از کجا ما همچی تعبیر در واقع میتونیم از این خواب بر این خوابی که دیده شده مترتب کنیم و این اثر را در این خواب مترتب کنیم مبنایش چی است؟ مبنایش چیه؟ بر چی اساسی؟ در حالی که اکثرا آمدن خواب را گفتن اون حالات روحی یا غریزی که انسان روز در بیداری خودش ملاحظه کرده و دیده خب با دوستای شوخی کرده قهری بوده شادی بوده بالاخره هوای خوبی بوده هوای بدی بوده همه اینها در روحیت انسان اثر میگذاره حالاتی که در روز مشاهده کرده داخل باغ بوده داخل بستان بوده داخل یک جایی مثل زندان بوده مثلا با افراد زشت و خشین سر کار داشته خب اینها در روح انسان اثر است وقتی آدم شب میخوابه همه اینها احتمال داره نماد پیدا کنه در خواب انسان یک مجون مرکبی که از چندین قضیه ترکیب شده و در هم آمخته و در خیال انسان اینها عارض شده در خواب حس ظاهری هم که وجود نداره چطور ما میتونیم از اینها یک حقیقت را استکشاف کنیم به تعبیر ما در بیاریم بگیم این خواب شما حقیقتاً این مطلب را برای شما بیان کرده استاد عزیز بعضی وقت ما خوابها را مورد بررسی قرار میتیم بعضی وقت این خوابها را بر اساس اشخاصی که خواب را دیدن این خواب را تجربه کردن ما نتیجه گیری میکنیم مثلا میگیم فلان شخص بسیار آدم محترم است بسیار آدم از لحاظ دینی بسیار مورد اعتماد است دارای اعتبار است پس این خوابی ای آقا درست است اگر یک یگان شخصی حالا به هر دلیلی زیاد آدمی محترم و معتبری نیسته اگر خواب میبینن میگن فلانی خوابش چپه است او اعتبار خودش هم نداره که خوابهایش داشته باشه یا نتیجه گیری میکنیم و اینا بعضی ها میگیم خوابش چپه است بعضی ها میگیم خوابش درست است خواب فلانی همیشه راسته خواب فلانی بعضی وقت چپه است بعضی وقت راسته و متاسفانه در جامعه ما بدون هیچ گونه مبنای اکثر مردم معبر خواب میشن استاد بله متاسفانه بله, بله هم مثلا بنده تجربه یک خواب دارم این فردا بره دوستایم بره خانواده تعریف میکنم و اونها بره ما تعبیر میکنن و فلانجا نرو همچه اتفاقی میفته فلانجا این کار نکو این گپ نزن که این اتفاقی میفته متاسفانه خواب واقعا هر که همون جوری که حضرت فرمودین بسیار دنیا عجیب سستد. بله خواب متاسفانه همونطور که در طول ادوار تاریخ بحث شده است خواب یک معادله بسیار بسیار مجهوله هست معادل مجهوله هست یعنی ما نمیتونیم بر خواب به طور قطع و یقین آثار را مترتب بکنیم مگر در مواردی که اونجا مقدمات واقعی فراهم شده باشه که خب بالاخره شرایط خواب را لحاظ کنیم حالات خواب را لحاظ کنیم تعبیر خواب را لحاظ کنیم زمان خواب را ما لحاظ کنیم مکان خواب رو ما لحاظ کنیم و شرایط دیگری که در مورد خواب هست که متاسفانه چون وقت نیست همه اینها بله. یک بحث های خاص و تخصصی را میخواه که آدم بالاخره اینها را با پجوهش علمی به زمینه همدیگر کنه و یک نتیجه مطلوب رو بگیره بله. اما ای که بتانه انسان واقعا پی ببره به اثر خواب که این خواب چگونه اثر داشته یا خواب از کجا ناشی میشه آیا خواب ما صحیحه یا باطله یا خواب بر زندگی ما چی تأثیر میتونه داشته باشه بر گذشته ما حال ما و آینده ما آیا خواب مربوط به گذشته است یا مربوط به آینده این نودش بحث هایی که بر خواب مترتب میشه لذا ما میبینیم دیدگاه های مختلف نسبت به خواب وجود داره یک دیدگاه دیدگاه مادیه. دیدگاه مادی, دیدگاه مادی اینا آمدن نتیجه مستقیم کارهای روزانه را خواب تعبیر کردن یعنی شما هرچی در روز میبینی اینها شب در خوابت عکس پیدا میکنه و انعکاس پیدا میکنه و بار میشه لذا خواب را بعضی ها مثل فروید آمدن گفتن ارزا تمایلات واپس زده و سرکفته یعنی خواب فقط خبر از گذشته میدین خواب فقط خبر میده از اون چیزهایی که تو در روز اینها را به عنوان سرگذشت رد کردی و سپری کردی مونتا اینها در ذهن شما بالاخره آمده سرکفتگی ایجاد کرده و واپس ایجاد کرده به عنوان یک عقده در درون شما و در روان شما جا باز کرده الان این عقده های چیرکین شب سرباز میکنه بالاخره اون حالات و تمایلات را که در نتیجه حالت گذشته شما ملاحظه کردید در خواب شما بروز پیدا میکنه خب این یک دیدگاه دیدگاه دیگر اینه که خب بالاخره خواب از نظر علمی چه علت داره علت خواب چیه اینجا چندین نظریه وجود داره بعضی ها آمدن نظریه جبران و ترمیم رو گفتن گفتن وقتی انسان میخوابه این خواب باعث جبران و ترمیم اون کاستی های روزانه بدن میشه همون تعبیری که مثلا روانشناسا یا بعضی از معبرین که خدمت شما عرض کردیم آمده بود از خواب تعبیر کرده بود اینها میگن خواب برای اینه که اون حالات روحی نفس ترمیم شود اون حالات فیزیکی بدن ترمیم شود یا بعضی آمدن نظری تکاملی رو بیان کردن در علت خواب میگه خواب برای اینه که وجود انسان تکامل پیدا کنه غرایز انسان تکامل پیدا کنه اعضای فیزیکی انسان تکامل پیدا کنه بعضی هم آمدن از نظر علتیابی خواب نظریه تحکیم اطلاعات رو آمدن بر خواب مترتب کردن یعنی ما میخوابیم برای خوب اگر نخوابیم حقیقتا اون اطلاعات ما سرکفته میشه از بین میره وقتی از بین مره ما نمیتونیم تمرکز پیدا کنیم نمیتونیم در حوادث روز تصمیم بگیریم نمیتونیم در برنامه های روزانه ما مدیریت داشته باشیم خواب ما خورد ما همه کارهای ما تحتیل میپذیره و واقعا همه طوریه. اگر این نظریات رو ما زمین هم دیگه کنیم بعد از ابعاد علت خواب را بیان کرده اما آیا این علل همه ایشان نقشی در اثرگذاری خواب در زندگی ما داره یا نه؟ ما نمیتونیم از این خواب اون خوابی که دیدیم یک اثر واقعی و حقیقی را در زندگی روزمره خود ما مترتب بکنیم لذا بعضیا گفتیم مثل فروید و امثال اینها که آمدن از نظر روانشناسی ابعاد خواب رو بررسی کردن گفتن اون غرایز سرکش و واپس زده در زندگی اما دین این دیدگاه نداره نسبت به خواب اگر ما ادیان را بررسی کنیم اینها آمدن یک تعبیر دیگری از خواب کردن و واقعیت هم داره هر دین گوشه از حقایق خواب را آمده برای ما اون اثرات خواب را بازگو کرده که ما میتونیم از اونها به یک نتیجه مطلوب برسیم مثلا در تورات اگر ما مراجعه بکنیم خواب را کانال ارتباطی از دنیای ماورای طبیعت به دنیای انسانی تعبیر میکنم در سفر پیدایش فصل 15 آیه یک یا مثلا در کتاب اشعیای نبی فصل 29 آیه هفت و در موارد دیگر از تعبیرات تورات گوشه های از حقایق خواب را از نظر دینی یهودی ها آمدند این مطرح کردن حالا نفس تورات را مراجعه کنیم یا کتاب های تفسیری تورات را یا تلمود را اگر مراجعه کنیم تلمود اون چیزهایی که خاخامهای خا یهودی آمدن تفسیرهایی برای مثلا تورات نوشتن. در اکثر اینها اگر ما یک نگاه داشته باشیم و بود خواب را بخوایم مطرح کنیم اینها میگن کانال ارتباطی از دنیای ماورای طبیعی در خواب انکاس پیدا میکنه و به توسط خواب که یک گونه از گونه های وحی یا الهام است انسان به یک بصیرت های پیامبرانه میرسه. به این تعبیر تورات بازگو کننده یک حقیقت است میگه خواب گرچه ماهیتش مشخص نیست اما الهام است یا وحی است از جانب خداوند متعال که میتونه اون بصیرت های پیامبرانه را در ذهن انسان منعکس کنه اما این مربوط به کیه الهام های پیامبرانه آیا مربوط به همه اشخاص میشه یا نه مربوط به پیامبرا میشه پیامبر؟ حقیقتا مربوط به پیامبرا میشه پس این نتیجه رو میتونیم بگیریم از این قضیه که اگر پیامبری در خواب ببینه چون شخصیت متکامل داشته چون با عالم وحی ارتباط داشته و چون معید به تأییدات خداوند متعال بوده گوشه از خصوصیات عالم حقیقت در خواب برای این آقا منعکس شده اما ماها چی؟ آیا ما میتونیم این قضاوت رو در حق خود ما داشته باشیم که اگر هر خوابی را دیدیم انعکاس اون بسیار بصیرت های پیامبرانه باشه همچی چیزی وجود نداره لذا در تفسیرهای کتاب تورات اگر ما مراجعه هایی داشته باشیم اینها میگن یک دیدگاه سخت را نسبت به خواب بیان میکنه میگه ای که ما بگیم هر خوابی اون بصیرت های پیامبرانه را برای ما انکاس میتا این نیست بلکه بعضی خواب ها اگر نسبت به پیامبر باشه نسبت به ائمه باشه همینطوری تعبیر داره اما نسبت به ماها اشخاص عادی خب نمیشه ما همش تعبیر رو واقعا به کار ببریم لذا از طرف رؤیا به اثر خوانده شده در این کتاب های تفسیری خاخام های یهودی مثل تلمود و امثال اینها در بعض موارد بازتاب های تفکرات شخصی قلم داد میشه میگه که خب بله اون رویا حالت انکاس اون برنامه بوده که در روز شما داشتید یا الزامن میگن مقدار از خواب ها پرت و پلای اگر همش پرت و پلا نباشه مقدار از اینها میتونه پرت و پلا باشه و بعضی ها آمدن اون مفسرین یهودی گفتن هر خوابی نیاز به تعبیر داره اما ای که تعبیر کی کنه این خود بحثی داره که خب انشالله در ادامه بحث به این مطلب میپردازیم تا میان برنامه دو دقیقه دیگه وقت داریم بله لذا نتیجه که ما میگیریم از بیانی که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم این نکته هست که خواب یک مفهوم روشن داره هر کسی مفهوم خواب را میفهمه اما ماهیت خواب چیه؟ ماهیت خواب کاملا یک چیز غیر مشخص و غیر معلومه و هیچ کسی این تعبیر تا حالا نتونسته بکنه که بالاخره ماهیت و چیستی و حقیقت خواب چیه در مورد خواب چه دیدگاه های مختلف وجود داره مادی ها میگن خواب انعکاس حالات روزانه و وقته های سرکفته شده روزهای زندگی و تجربه های زندگیه اما در ادیان مختلف این دیدگاه ها نقص شده مثلا در تورات میگه خواب اثر داره مونتا اثر برای بعض از اشخاص و تفسیرهایی که برای تورات آمده اینا بیان کرده میگه بله خواب همینطوریه اما خواب یک نه و نس خواب میتونه متفاوت باشه نسبت به اشخاص ها نسبت به مکان ها نسبت به زمان ها لذا هر اثری که برای خواب مترتب میشه ما اینه به طور قطع و یقین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم مترتب کنیم لذا از این جهت یک نتیجه میگیریم که اگر خواب رو ما به این های تفسیر کنیم اینها جزو خرافات میشه و زندگی دینی ما زندگی عرفی ما زندگی اجتماعی ما رو کاملا مختل نکنن بسیار تشکر استاد انشاءالله در بخش دوم در ادامه مبحث در خدمت شما خواهیم در خدمت شما هستیم بسیار خوشحال هستیم که همچنان نگاه مهربان شما عزیزان با ما همراه هست انشاءالله در بخش دوم در خدمت استاد رزوی خواهیم بود پشناد میتونم حتما بخش دوم دنبال بکنیم بسیار کاربردی تر خواهد بود اللهم صلی علی محمد الله و علی محمد و عجل و <applause> بسم الله الرحمن الرحیم امیر احمد بارکسن استانی از شهرستان میریز کجا یه افغانستان هستم ما از ولایت فره هستم خوی بله احل سنت هستیم بله سنت محترم بسم الله الرحمن الرحیم من رحمدین نورزایی هستم ما مثلا ماده خاطر ببینید نعوه جگرگوشه حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم و پابوس حضرت امام حسین رضا رو تعالی علیه بله سلام علیکم ورحمت آدم خان از شهرستان میریز ما امام حسین بساب دوست داریم نوی پیغمبر هر سال برای امام حسین ما نار میپجی تو خود میریز هر سال ما بساب امونجا بر مراسم میگیری حالا ماده پابوسی بخواه بر زیارت امام حسین امام شعی و سنی و عجب, عجب نداره کل امام حسین مالگرده محترم شما بفرمایید از شما تشریف آوردید بسم الله الرحمن الرحیم ما از میری زمادیم از ولایت فرای و ما امام حسین از, آن از آن تمام اسلام میدانه نه تنها به شیعه و سود انی سوی آنی و دیگه و دیگه از همه اسلام است در جهان خب چرا ای ایام برای زیارت انتخاب کردین این ایام اربعین چرا انتخاب کردین آقا خب ما وظیفه اسلامی مانم ما ما امسال و ما نا... چیز داده دفترچه داده ما پاسپورت داشتیم و ما داده که میتونی بری ما در خدمتشیم هر سال که ما رو بیاره ما افتخار بینیم ما پابوسش می ما بله در... بله که میاییم این نوای پیغمبر از جگرش است از... ما افتخار میدونیم برای خود تمام اسلام ما توسعه ما ای است که شرکت کنه بره به جگرگوشه پیغمبر علیه السلام زیارتش بکنه پابوسش بره با امید خدا ما خلاصت ما افتخار میکنیم به این جمعیت باید. واقعا من نمیتونم چی بگم واقعا در پوستم میگنجم که این صحنه رو میبینم چون تالا به چش تو عمرم الان 42 سالم شده این صحنه رو ندیدم واقعا هر برادر اهل تصنوع که میتونن در این ش... مراسم واقعا بتونن بیان شرکت کنن نباشن که مثلا تو خونه‌شون پیشن برایشون الان ویزا میدن امکانات فرام کردن واقعا برادران افغانی که اینجا موکب زدن واقعا ازشون تشکر میکنم بسیار کار بزرگی کردن یعنی در دنیا بی‌نظیره چون ما تا الان این صحنه رو واقعا ندیدم در پایین از جمهوری اسلامی ایران بازم تشکر میکنم همه دست پاشونو پاشون رو میبوسن که ما رو گذاشتن بیان کربلای معلا پابوس آقای امام و زیارت های دیگر این چیز در آخر هم می‌خواستم بگم من الان 17 سال آشپز ایفده ساله. ایفده ساله. ما واسم شهرستان مریض. 17 سال. 17 سال واقعا ریشم تو یعنی ما از ما واقعا چیزی دیدم که یعنی نمیتونم برای هیچ جوری بیان کنم اونا. واقعا از یعنی تو پوست حالا نمی‌گنجم. من خادم ما هستم، کارگر آقای ما هستم. الان مدت 17 سال شما میتونید از برادرها بپرسید. من فقط شخصا برای آقای ما واسه روز عاشورا اندازه 3000 نفر ما غذا یعنی 17 سال ما در راه آقای امام آی حسین اینجا مش... نتونستم مشرف باشه واقعا از روزی که گفتم سال اول امسال سال اول بله ان شاء الله الان واقعا سه تا بچه‌ها هم عکس الان تو گوشت دست برادر یعنی گریه میکنه که ما حرکت کنه ما هم ببر گفتم خواهر دخترم همسر نمیتونم هم امسال ببرم تو ان شاء الله گفتن سال آینده گفتن شرایط ببینن چه جوری است ان شاء الله سال آینده شما مشرف بشین بره واقعا از شما تشکر میکنن همه تمام مردم واقعا با ما ایش گونه تبعیض از ماشینایی که اینجا ما رو بردن تا کافه های جایی که ما برخورد کردیم این تبعیض با ما نبوده مثل هم مردم کسای دیگه ان شاء ما فابوس آقای امام بار اول اون بریم دست شما هم در نکنه همگی مردم خوشحال و سر به هم باشه خیلی خوش شدیم خدا نگهدار اعتراض پیدا کردیم که رحمدی رحمتی عزیز ما با خانواده آمده با چند نفر ما با دو نفر مثلا ما و خانم ما مثلا کم پسر من با پسرم سه نفر بله ما با پسر ما ده بله ما یکقدر خرج میکنی کس شما نمیگه که چه خبره ده این رایق پسر خرج میکنی کس ببین اگر او نافم باشه حرف بزنه آدم با فرنگ نمیتونه حرف بزنه چون نوای حضرت محمد صلی الله علیه و سلام جگر گوشه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این کس نمیتونه کسایی که او اصلا نمیفهمه حرف میزنه ما چون دوست داره ما حسین دوست داره چون نوی حضرت محمد جگرگوشه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بده السلام علیکم و رحمت الله و برکات خیلی سلامت باشه خدا حافظ شما خدا بنازم آن که دایم گفتگوی کربلا دارد بنازم آن که دایم گفتگوی کربلا دارد دلی چون جابرندر اندر جستجوی کربلا دارد دلش چون کربلا کوی حسین است و نمیداند که همچون دور دستان آرزوی کربلا دارد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله که خداوند رزق و روزی همه ما بکند زیارت آقا با عبدالله حسین و, و السلام رو در این دنیا و شفاعت حضرتش رو در آن دنیا از همه شما بزرگواران تشکر می کنیم که در بخش دوم مصباح الهدای امشب از بستر رسانه شبکه جهانی هادی تیوی همچنان با برنامه خودتان همراه هستید و در همین ابتدا اجازه می خواهم پول ارتباطی را اعلام بکنم تا بتانیم از فرمایشات و نظرات ارزشمند شما بزرگواران هم در برنامه استفاده بکنیم مثبت 964 780 255 4013 بسیار مستقیم دو طرفه و 24 ساعته در خدمت شما بزرگواران هست میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین به واتساپ برنامه و تلگرام برنامه پیام بتین برنامه خودتان در پخش های مجدد از آپارات فیسبوک یوتیوب و اینستاگرام دنبال بکنید خودتان دنبال کننده باشید و به عزیزان خودتان هم پیشنهاد بتین برنامه ما را ببینن در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش دوم برنامه امشب از سلسله مباحث مصادیق معروف منکر در خدمت استاد دانشمند جناب حاجوهای رسفی استاد مجددا سلام عرض سلام باستاد. علیکم رحمت الله استاد رسیدیم به بحث اسلام و خواب در واقع خواب از لحاظ اسلام از نظر اسلام چی معنا و مفهومی داره چی جایگاهی داره و انشاءالله خواهیم کمی بحث ما کاربردی تر شود در خدمت شما هستم در خدمت شما هستیم اسلام نسبت به خواب یک دیدگاه بسیار خاصی داره در آیاتی که خداوند متعال فرموده یکی از آیاتی که در سوره روم آیه 23 مطرح شده فرمایید به این آیات همانامكم باللیل خواب به با عنوان یکی از آیات الهی و یکی از چیزهایی که حقیقتا انسان را راهنمایی میکنه به سوی خداوند متعال و اون لطف الهی نسبت به انسان و موجودات زمینی تعبیر شده لذا اگر حقیقت خواب را در اسلام بخوایم بازگو کنیم باید اشاره به با اقسام خواب داشته باشیم که دین اسلام خواب را به دو کیفیت آمده تعبیر کرده و خوابها در اسلام به دو گونه مطرح شده یکی از انواع خوابها خوابهای راست یا رؤیاهای صادقانه هست البته از نظر علمی ثابت شده که حدود دو یا سه درصد از خوابهای انسان میتونه خوابهای صادقانه باشه اما شرایط خاصی داره حالا به اون شرایط ما فعلا نمیپردازیم اما نمونههایی از خوابهای صادقانه حقیقتا وجود داره که خواب آمده و خواب بیننده ای خواب را دیده و شرایطی که شرایط خاص بوده برایش وجود داشته لذا این تعبیر رؤیا که داره یک رؤیای صادقانه شده و در حقیقت در زندگیش از گذشته یا حال یا آینده خبر داده پس ببینید در اسلام رؤیاهای صادقانه متان اثرگذار باشه در زندگی انسان یا بیانگر حالات گذشته باشه یا بیان حال را بکنه و بیان سرنوشت آینده انسان را ای اثر روی خواب مترتب میشه اما اونطوری که حالا میگیم با شرایط خاص خودش ای این رویا میتونه اینطوری باشه نه هر خوابی نه هر رویایی البته این هم عرض کنیم که خواب با رؤیا یک تفاوت خاصی دارد چون در فارسی اکثرا اطلاق میکنن میگن خواب و رویا خواب و رویا اینا رو مترادف حساب میکنن اما حقیقتا اینطوری نیست خواب چیزیه و رویا چیزی دیگریه خواب اون بستر است که رؤیا در او تحقق پیدا میکنه یعنی شما در حالت خواب رؤیا را میبینید اون خواب دیده شده در حقیقت میشه رؤیا و بستر این خواب دیده شده خود خواب است که اون حالت بالاخره فشل شدن اعضا و سست شدن اعضا و کاهش در حقیقت واکنش های فیزیکی بدن انسان پس چیزی جدا از هم بله. نیست یعنی کاملا متفاوت یکی باشه. بستر از بس. یکی آه. دیگر بالاخره چیزی که در این بستر واقع میشه مثل انسان که در رختخواب میره بستر انسان بله. رخت خواب بله. است اما خود انسان چیزیه که در این بستر قرار, قرار میگیره بله. خواب و رؤیا هم تفاوتش تقریبا به همین کیفیت خواب اون حالتیه که پدید میاد برای انسان و رؤیا در این بستر تحقق پیدا میکنه حالا از نظر اسلام رؤیا دو گونه است رؤیاهای های صادقانه است و رؤیاهای های کاذبانه نمونه های از رؤیاهای های صادقه در قرآن کاملا مطرح شده که اینها بیانگر یک حالت آینده در زندگی انسان بوده مثلا از جملهش خواب حضرت پیغمبر قبل از فتح مکه است که خواب دید با تعداد از اصحاب وارد مکه مشه با اون خصوصیات و فتح مکه صورت میگیره اینجا آیه قرآن میگه لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق خداوند تأیید کرد اون خواب را که پیغمبر دیده بود و خواب حقیقی بود و دارای یک خصوصیتی که از حالت آینده و سرنوشت مسلمان ها خبر میداد خواب چطوری بود لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله پیغمبر خواب دید که در آینده ان در مسجد الحرام وارد میشه و مسجد الحرام را فتح میکنه و خصوصیت اینه که هیچ آسیب هم به اینها نمیرسه آمنین با امن و امنیت کامل میرن مکه را فتح میکنن با اون خصوصیات مثلا حلق رؤوس و بالاخره تقصیر و امثال اینها و لا تخافون هیچ گونه خوفی هم اینها از ای فتح ندارن فعلم معلم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا خداوند متعال میفرماید شما این خواب را دیدید و این یک رویای روی صادقه بود و بیانگر حالات آینده فتح مکه و توسط مسلمانان و فتح هم فتح نزدیکی بود که در اون زمان واقع شد یا مثلا در مورد رؤیای حضرت یوسف خوابی بود که حضرت یوسف برای زندگی آیندهش دید و در حقیقت این خواب بود که سرنوشت یوسف را یوسفوار عوض کرد اسقال یوسف لعبیه یا عبت انی رأیتو احد عشر کوکب و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین من در خواب دیدم که بالاخره ستاره ها و ماه و قمر و اینها آمدند برای من سجده کردند. بعد پدرش گفت که خوابت یک خواب یک بیانگر آینده است که در انتظار توی مونتا این میتونه مورد کید واقع شه یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکی لک کیدا ببینید اینجا آمد تفسیر از طرف یعقوب تعبیر از طرف یعقوب نسبت به این خواب صورت گرفت گفت این خواب بیانگر حالت آینده شماست آینده شما آینده کاملا مطمئن و خوبیه اما اینو برای بچه ها و برادرای تعبیر نکن نگو برای اینکه خوب اینها احتمال داره یک کیدی برای شما یک مکری یک حیله برای شما انجام بدهد که خب بالاخره احتمال دارش تو آسیب ببینیم آیا داره و کذالکه یشتبی که ربوک. خداوند این خوابی را که داده دیده بودی تفسیر کرد و در حقیقت تو را برگزید با این خواب پس این خواب بیانگر چی بود عظمت آینده یوسف با اینکه یوسف در اون زمان در چی در زندان بود علم خاص از طرف خداوند بود این خواب همونطوری که در او تعبیری قبلا عرض کردیم یک خواب پیامبرانه یا وحی پیامبرانه بود که برای حضرت یوسف انجام شده بود حضرت بیانگر قرار داد این خواب را از حال خودش یا آینده خودش را هم لی ساجدین گفت من میبینم که در آینده ماه و قمر و اینها برای من سجده میکنم بعد حضرت در این آیه داره که و یعلم و کمین تعویل احادیث خدا نمطال میفرماید میفرماید ما تو را از تعویل احادیث اطلاع پیدا دادیم اطلاع دادیم یعنی شما یک تعبیرگر خاصی لذا در مورد قضیه دیگری که ملک مصر خواب دیده بود اون ساقی پادشاه وقتی بالاخره ملع را ملک مصر خواست که خوابش را تعبیر کنه اون اعوان و انصارش رو اون کسانی رو که در پیرامونش بود خوابگزارا و ساحرا و امثال اینها اینها خوابش را تعبیر نتونست اون ساقی گفت که خب حالا یک زمان ما در زندان بودیم یک خوابگزار اونجا بود که واقعا خواب را چیکار میکرد تعبیر میکرد تعبیر. همونه بخواین آوردن یوسف را و بعد این خواب را تعبیر کرد و سرنوشت خودش با این تعبیر کلا عوض شد دیگه بعد آمد و به عنوان یک خوابگزار دربار کم 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 رسید به ملک مصر دیگه اینها گوشه است از نمونه هایی که خواب میتونه در زندگی انسان کاشف از حالات آینده و خصوصیات آینده و سرنوشت آینده انسان باشه اما در مورد کی بود اینها اینها در مورد شخص مثل یوسف نبی که پیامبر پیامبران الهی بود تحقق پیدا کرد و معبر هم شخص مثل یوسف نبی بود یا معبر خواب یوسف شخصی مثل حضرت یعقوب نبی علیهم السلام بود نه هر انسان دیگری البته این نفی نمی که آثار خواب در زندگی دیگرا هم اشاره به یک حالات زندگی در آینده داره در کتاب ها خیلی تعبیر شده یک عالم همدانی خواب دید خواب دید که بالاخره آقای مرزای شیرازی او را میخواه در خدمتش مره میگه که از این دولا برو ست تومن بردار مثلا آنها صد تومن یا مقدار پول بردار بعد میگم من خوابیدم فردا بیدار شدم دیدم یک نفر آمد در را زد خب بیا کجا مرزای شیرازی بزرگ شما را خواسته گفت رفتم اونجا وقتی رفتم تعجب کردم خب آقا با ما چیکار دار اصلا خوابم یادم رفته بود وقتی رفتم آقا با ما درستم خوابی که ما دیده بودم تعبیر کرد اشاره کرد به من گفت های فلانی برو اون از اون دولاب صد تومن رو بردار خب همچی رؤیاهای های صادقه واقعا در زندگی انسان وجود داره و همشگی هم هست این یک نه از خوابهایی که در اسلام از اینها تعبیر به خوابهای صادقه میشه اما نوع دوم خواب یا قسم دوم خواب اون از غاس و احلام است خوابهای کاذب که این دیگه مرسوم فعلی ما و مورد بحث فعلی ما و اون چیزی است که در حقیقت خرافات بسیاری با این ازغاس و احلام قاطی میشه و سرنوشت زندگی یک ادر دوچار خرافات و خرافات زدگی میکنه و این حقیقتا جزو منکرات دینی حساب میشه که نباید ما به این خوابها همیشه توجه کنیم چون احتمال داره این شرایط مناسب رو ما در این خواب نداشته باشیم معبر ما معبر خوبی نباشه اثر خواب ما اثرش چیزی دیگر باشه و تأثیر پذیری که ما از این خواب داریم در حقیقت برعکس اون چیزی باشه که حقیقتا این خواب او اثر را بر ما میخواسته بگذاره خب نمونش هم خواب ملک مصر است که بالاخره در اونجا مثلا معبرها رو وقت خواست این معبرها گفت ما همچی خواب رو نمیتون تعبیر کنیم اینا احتمال رو از قاص و احلام باشه این تعبیر از قاص و احلام از این آیه و یک آیه دیگری که در مورد خواب تعبیر شده برخواسته حالا از چیه؟ از قاص جمع زغس است زغس یعنی به هم آمختگی گیاهای های تر خشک با هم دیگه وقتی گیاه های تر و خشک با همدیگه دیگه قاطی میشه این میگن زیخس احلام که جمع حلم از حلم یعنی خواب خواب هایی که در اونجا دیگه قروقاتی کاملا با هم آمیخته شده و یک جا شده پرت و پلا با خواب های واقعی با حقیقی با یک تعداد واقعیاتی که حقیقت داره اینا قاطی شدن. و تشخیص اینها هم از همدیگر بسیار, بسیار بسیار کار مشکلیه لذا پیامبر اسلام در حدیث می‌فرماید الرؤیا سلاستون خواب سه قسم است بشرم من الله بعضی از خواب ها هست که حقیقتا بشارت از جانب خدای متعال هست. حالا این بشرم من الله در مورد کیه مصداقش پیامبر است مصداقش ائمه اطهار علیهم السلام است مصداقش عالمان و زاهدان و تعداد از انسانهای پرهزگاره که خوابهای اینها جزء رؤیاهای های صادقانه میتونه قرار بگیره نمیگیم قرار گرفتن میگیم میتونه قرار بگیره خواب های اونا هم اکثرا غیر از انبیا و غیر از پیامبر خواب های بقیه همه میتونه جزء از غاس و احلام قرار بگیره خواب های های کاذبه یک قسم را فرمودن بشارت از خداونده و تحزین من شیطان بعض خواب ها هست که بالاخره اصلا منبش شیطان است منبع شیطانی داره در خواب انسان وارد میشه بالاخره حالا شیطان شاید یک کلمه عام می باشه تنها اون شیطان جینی تعبیر نمیشه شیطان یعنی هر چیزی که باعث شیطنت بشه هر چیزی که باعث جار و بشه هر چیزی که باعث پرت و پلا در زندگی انسان بشه این میتونه مصداق از مصادیق شیطان باشه همونطوری که مثلا کلمه جن رو وقتی ما در اطلاقات روایات و آیات تعبیر میکنیم همیشه اون جن مستلح نیست میتونه میکروب باشه جن یعنی چیزی ناپیدا چیزی که با چشم ظاهری دیدن نمیشه شیطان هم کلمش همینطوریه تحزین من شیطان یعنی شیطان آمده باعث حزن در انسان به توسط ای خواب شده همیشه بشارت نیست که خوابهای ناراحت کننده خوابهایی که اختلال حواس انسان را کاملا لخره سبب میشه و الذي به الانسان فيراه فی منام قسم سوم از خواب ها حضرت میفرماید اون خواب هایی که از زندگی انسان لخره عارض میشه و به توسط اون حوادثی که در زندگی پیش آمده انسان این خواب ها را در شب تجربه میکنه و میبینه و در نتیجه در اسلام دو گونه خواب داریم پیامبر فرمودند ما سه گونه خواب داریم و در حقیقت بر برگشت این دو تا خواب یا این دو تا سه تا خواب با همدیگر هیچ مشکلی نداره ما میگیم بعضی از خوابها خوابهای خواب های قاطی از غاس و احلام بعضی از خوابها رؤیای رویای صادقانه هست اون خوابهایی که جزء از غاس و احلام هست میشه مصادیق مختلف داشته باشه مصادیق مختلف داشته باشه حکایت از پرتوپلاها بکنه برخوردها بکنه از تجربیات گذشته بکنه از اون اقده های روانی بکنه همه ای اینها جزء از غاص احلام میتونه قرار بگیره مونتا اینها همه حکایتگر اون چیزهایی است که در زندگی گذشته انسان چی شده تجربه شده و انسان به عنوان اقده های روانی در روح و روانش اینها را رو کاشته و الان در نصف شب اینها بروز میکنه اما بعض رویاه هست که رو، رویاه های صادقانه هست که بالاخره در خواب انسان به عنوان یک حقیقت تجسم پیدا میکنه لذا اکثر دانشمندای اسلامی وقتی آمدن خواب را تفسیر کردن در همین آیاتی که به عنوان خواب ها ذکر شده خواب را آمدن چیکار کردن اقسام مختلف تقسیم کردن مثلا مرحوم شیخ تبرسون فرماید ار رؤیا فی تصور یا توهم و معه رؤیه فی الیقظه خواب یک چیزیه که توهم میشه با او دیدن اون چیزی که در حالت چرت انسان اونو میبینه ولا یکون ادراکن ولا علما اما باعث ادراک و علم نسبل. بل کثیر ما یراه الانسان فی نومه یکون و تعبیره بالعکس مما بعضی خواب ها هست که اصلا وقتی انسان میبینه به عکس تعبیر میشه خود ایشان مثلا مثال میزنه میگه یک وقتی هست که انسان بکا را در خواب میبینه گیریه را در خواب میبینه اما تعبیر این زهک و خنده است لذا میفرماید بعض از خوابها مثل رفتن انسان سر یک سراب است وقتی انسان داخل یک بیابان مشه از دور آب میبینه اما هرچی میره ای آب را پیدا کنه ای آب پیدا نمیشه و تعبیر یک سرابی از ای بالاخره به با دست بیایه خواب هم همیتوریه یعنی خوابهای اکثر انسان ها مثل ماها یک چیزیه که یا تعبیرش گاهی برعکس ها. حقیقتا متونه باشه البته گاهی برعکس گاهی هست یک چیز خیالی و سرابی که انسان مثلا از چیزهای اونها را در ذهن خودش کاشته و اینها را در شب میبینه اما هیچی واقعیت نداره حالا روی این چیزی که اصلا واقعیت نداره اگر ما بیاییم ماهیت مچول حقیقت مچول نوع مچول اثر مچول ما بیاییم یک چیز یقینی و حقیقی را بکاریم همونطور که خدمت ما ارز کردیم میشه معادل مچول بر مچول دیگه شما آمدی مچول را ضرب مچول کردیم. نتیجه چی بشه؟ مصابه میشه با مچول پس بنابراین اگر ما بر خواب ما به عنوان یک واقعیت زندگی اثر حتمی بار کنیم در همه موارد به طور کلی مگم اینه کلی هم کلی منطقی یعنی از تحت موارد استثناء شده بالاخره از تحت بعضی موارد خارج شده خواب های صادقانه هم است اما اگر به طور کلی هر خواب رو ما, ب... ما, ب... ما بیاییم تعبیر کنیم و تعبیرهای خاصی روی او مترتب کنیم و بریم بعد داخل فضای مجازی شب خواب دیدیم الان وارد میشم برای تعبیرش در فضای مجازی خوی آقایی که در فضای مجازی تعبیر خواب میکنه کی هست چقدر دانش خواب را داره چقدر تعبیر خواب را حقیقتا وارد است یا کتاب های مثل تعبیر های خوابی که در جامعه ما فک و فراوان است مخصوصا جوان های دختر و بیشتر پسر مثلا شب خواب میشه در خوابش چیزی میبینه صبح دنبال تعبیر ما در خواب گنجش دیدم و حالا گنجش پرپر میکرد چی بشه زندگی ما زندگی آینده ما مراجعه میکنه به کتاب ها مراجعه میکنه به فضای مجازی مراجعه میکنه به یک تعداد اشخاص که اینا حقیقتا تعبیر خواب را بلد نیستن و علم و دانش تعبیر خواب را نداره زنگ بزنه به دفتر آقای فلانی آقای فلانی خواب من ایتوریه مثلا گنجش پرپر زد زدم من چی میشم آیا واقعا در زندگی این جزء خرافات و جزء منکرات دینی هست یا نیست بعد بدیش اینه که از ای اثرپذیری میکنه یعنی تعداد از خصوصیات زندگی خود روی ای خواب چیکار میکنه مترتب میکنه خب حالا ما ای خواب را دیدم تا یک هفته دیگه نمیدونم باید چطوری شود تا دو هفته دیگه چطوری شود مثلا سالش چطوری میشه و برنامه های دیگری که خب بالاخره روی این مطالب وجود داره لذا همه اینها میتونه جزء از و احلام باشه و ترتیب روی اینها ترتیب خوبی نیست لذا عوارض اتکا و خواب هایی که حقیقتا اینها جزء از و احلام یا رؤیاهای دروغ و کاذبه بسیار زیاده نمونه های رو خدمت شما عرض میکنم برای این خب بالاخره کاملا بینندگان عزیزم مترتب شدن متوجه شدن که بعضی از خوابها حقیقتا ندا، اثر نداره و نه تنها اثر نداره که یک تعداد آثار مخرب در زندگی ما داره اینا دوستان و عزیزم و بینندگان بالاخره متوجه باشن یکی از عوارض اتقا به این نوع خوابها خرافات سازیه نمونش آقا اقرب در خواب میبینه بعد با همسرش دعوا بکنه ایره میره پیش خوابگزار تعبیر میکنه اگه یک خانوم میاد در خانه شما این شما رو نش میزنه حالا میاید نسبت به این خانوم و خانواده بالاخره به اعتنایی و به محبتی و کمالی و بل. بدبینی و سوء و امثال اینها خوبی ببینید بنای زندگی را چقدر قدر بالاخره این مختل میکنه یک خوابی که تعبیرش نمناسب بوده یک خوابی که حالت این خواب نمناسب بوده شرایط خواب خوب رو نداشته خب بالاخره جز و خرافات سازی ها میشه و جزه منکرات دینی. پنج دقیقه دیگه وقت داریم. سن. بله. دروغ پردازی میگم من دیشب پیغمبر رو در خواب دیدم گفت برو به جهانا بگو فلان دعا رو بخوان. دروغ است دیگه بله. پیغمبر بله. در خواب چیزی انسان نمیگه؟ و نسبت دروغ به یک پیامبر, پیامبر؟ بسیار... یا امام خیلی بله. زیاد داریم در تحبیرات ما میگن مثلا ما امام فلانی رو در خواب دیدیم امام به ما توصیه کرد که شما نامه بنویسید. صد تا صد بله. تا پخش کو برای بله. آقایون و جوانا و دخترا و پسرا اگر این کار کردن حاجتایشون برآورده بشه اگر نکردن در مثلا ده روز دیگه از دنیا میره خب همچی چیزای حقیقتا دروغ است نگرانی های روحی و روانی برای خود ما برای اطرافیان ما تحمیل هزینه های کلان اقتصادی به خاطر این تعبیرهای نامناسب استحمار جنسی جوانان تخریب شخصیت و به اعتمادی نسبت به دیگرها، همسر خانه و دوستان عزیز ما و مطلب دیگری که باید عرض کنم توجه به خوابگذار و شرایط خوابگذاره که باید علم الهی داشته باشه آدم مکار و دروغگو و نیرنگ باز و اون یکی دو کیدای سوره یوسف نباشه حسود نباشه گناهکار نباشه راستگو باشه و آخرین نکته ای که به عنوان حسن اختام عرض کنم راه صحیح تعبیر خواب که در روایت ها هم آمده حضرت امام رضا علیه السلام, السلام فرمودند رب ما رأیت الرؤیا فاعبرها خیلی خواب میبینم و این تعبیر میکنم خودم و رؤیا علا ما یعبر خواب اثرش اون چیزی است که انسان اون تعبیر میکنه لذا بسیار بسیار متوجه باشیم بهترین تعبیر خواب اینه که انسان وقتی خواب را میبینه اینه با تفعول نیک و کار خیر حمل کنه که انشا الله با دادن صدقه و دعا, دعا دعاهای مخصوصی که در این مورد هست خواب انسان از اون حالت خرافات گونه خارج میشه بسیار تشکر است ما امشب حدوداً پنجاه دقیقه از محضر شما استفاده کردیم و بسیار هم مباحث دقیق و کاربردی مطرح در مورد خواب خواب دیدن رویا و بلخره بسیاری از مشکلاتی که مخصوصاً انسان امروزی با توجه به تنش‌هایی که در زندگی خودشان گرفتار هستن متاسفانه با توجه به این فضای مجازی واقعاً دسترسی انسان به فضای مجازی بسیار سریع و راحت از هر جایی هست و خواب هم بالاخره نابزیر همه انسان ها خواب میبینن این خواب ها را می به معبرانی که واقعا هیچ اعتباری ندارن هیچ اعتماد و سقی به اینها نیسته و اینها متاسفانه زندگی های خودشانه عمر خودشانه واقعا موکول میکنن به تعبیرات بسیار موهوم بسیار نامناسب و گاهی وقت همون جوری که از طالی فرمودین ترسیم میکنن آینده خودشانه و واقعا یکی از مشکلاتی که دنیای امروز درگیر آن هست همه جوامع حالا جامعه اسلامی هم به نوعی در واقع همین بحث خواب هست بحث گذاری بحث تعبیر خواب و در قدیم رسم بود جوانها دنبال کتاب تعبیر خواب میگشتن بله بله. حالی دیگه زیاد کتاب خواندن رسم نیست و گوشی های موبایل و در واقع فضای مجازی تامین میکنه نیازهای ما را و ما نمیدانیم والا او این فضای مجازی که نشسته و کی می کی که مطلب میده که خوراک ما رو تامین میکنه ما فقط گوش میکنیم پخش میکنیم و شما توصیه بفرمایید با عنوان جملات آخر خودتان ان شاء دعا هم حتما خواهید کرد که چی کنیم که یک شب یک خواب آرامی داشته باشیم استاد این سوال آخر ما شما بله این بستگی داره به شرایط روانی خود ما زندگی ما رو چه رقم آماده کردیم اگر حقیقتاً ما نسبت به همه چیز یک دید مثبت داشته باشیم از منفی گریزان باشیم یک خواب راحت داریم با یک خواب نمای با آرامش و خودمان بلند بشیم از این خواب ما لذت میبریم زندگی مام زندگی نیک و سمیمانه بشه دعا کنین خدای متعال ما جوانان ما اعم از دختران و پسران و همه جوامع انسانی مخصوصا جوامع اسلامی را از خرافات زدگی که بدترین چیز در زندگی انسان دور کنه و ما را با حقایق دینی آشنا کنه بسیار تشکر است السلام علیکم و رحمت الله از همه شما بزرگواران هم تشکر میکنیم آنچه که ما را با آینده امیدوار میکنه نگاه مهربان و منتقدانی شما از هست این نگاه از ما دریق نکنید اللهم ان هذا منك ومن رسولك ومن حجتك